در جریان درگیری های روز جمعه تظاهر کنندگان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه دو فلسطینی به ضرب گلوله کشته شدند تیراندازی سربازان اسرائیلی پس از آن رخ داد که صدها فلسطینی معترض با نزدیک شدن به مرز اسرائیل اقدام به سنگ پرانی کردند سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که سربازان این کشور برای جلوگیری از گسترش خشونت ها مجبور به تیراندازی شدند در همین حال روز جمعه تظاهر کنندگان فلسطینی در رام الله در کرانه باختری رود اردن به سمت سربازان اسرائیلی سنگ و بمب‌های های پرتاب کردند اسرائیل روز جمعه درخواست فلسطینیان را برای استقرار یک نیروی بین المللی برای حفاظت از مسجد الاقصی رد کرد سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت این تصویر که اینجا میبینید نمونه ای از آنچه روزانه در معرض دید کودکان فلسطینی قرار میگیرد این تصاویر به کودکان دستورالعمل های مبسود در مورد نحوه چاغوزدن یهودیان ارائه میکند That. نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در جلسه اضطراری شورای امنیت این سازمان بر استقرار نیروهای بین المللی در شرق بیت المقدس اصرار ورزید ریاز منصور گفت العجل... امروز به اینجا آمدیم تا از شما بخواهیم فورا جهت توقف این تهاجم اقدام کنید تهاجمی که علیه ملت بیدفاع ما و علیه اماکن مقدس صورت میگیرد و آنها توسط اشغالگری نظامی اسرائیل شهرک نشینان اسرائیلی و افرادگرایان مورد تعرض قرار میگیرند والمستوطنين الاسرائيليين والمتطرفين نارامي های اخیر تا کنون جان دست کم 37 فلسطینی و 7 اسرائیلی را گرفته است